تعشق الجنان والفوز والغنيمة، ترمي هذه المعاني بسيطة عظيمة، الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. در سلسله پیام های مدارج اخلاقی میپردازیم به یکی از خیرها و خوبی های بزرگی که پیام الله متعال و فرمان رب العالمین در آیات مختلف قرآن کریم بر تمام بنده های تقوا. تقوا ترسی که نفس از معاصی و نافرمانی الله سبحانه و تعالی وقایع بکنه و نهی بکنه. تقوا تنها یک فضیلت اضافی نیه که اگر به دست آوردیم خوب و اگر نیاوردیم هم مشکل نداشته باشه و بودن و نبودن او فرق نکنه، بلکه تقوا معیار قبولی اعماله. الله متعال می فرمایه انما يتقبل الله من المتقين، الله از متقیان، الله متعال از بنده های متقی عمل قبول میکنه. معیت و محبت الله متعال به همراه متقینه. ان الله مع الذين اتقوا، الله به همراه بنده هایی که تقوا دارند. معیار برتری بنده ها بر اساس تقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بهترین شما او کسی است که با تقوا تر عاقبت و سرانجام نیک برای کسایی که تقوا دارند. الله متعال می فرماید والعاقبت للمتقین، هدایت و یافتن مسیر درست از جانب رب العالمین و کتاب الله متعال بر اساس تقوای پروردگار متعال می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. تقوا وصیت الله جل جلاله بر تمام امتهای قبل از امت رسول الله علیه الصلاه و السلام بوده و بهترین توشه بر آخرت تقوای. ان خیر الزاد التقوا، چه اعمالی را انجام بدیم تا به تقوا برسیم؟ رفتن به راه راست و مسیر درست ما را به تقوا میرسونه. الله متعال میفرماید ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، راهان پراکنده پیروی نکنین که شما را از راه الله متعال منحرف بسازه. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، این وصیتی که الله به شما میکنه تا به تقوا برسین. عبادت و بندگی الله جل جلاله خصوصا روزه و بقیه عبادات ما را به تقوا میرسانه، چنان که الله متعال میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یاد آوری پیام های آسمانی ما را به تقوا میرسانه. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. اما تقوا چه اثرات و چه خیر و خوبی های در زندگی ما به جا میگذاره؟ تقوا مار به هدایت میرسانه. تقوا قدرت تشخیص حق و باطل در ما ایجاد میکنه، چنان که الله متعال میفرمایه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر شما از الله تقوا کردیم برای شما تشخیص حق و باطل را عنایت میکنیم. جلب دوستی پروردگار و معیت او با تقوا حاصل میشه. روزی فراوان و فراخ با تقوا حاصل میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسی که تقوای الله متعال پیشه میکنه الله متعال از تنگناها و مشکلات زندگی به او گشایش نصیب میکنه و از جای به او رزق میده که گمان نکنه. اصلاح کارها و مشکلات زندگی با تقوا حاصل میشه. بشارتهای الهی با تقوا متحقق میشه، چنان که الله متعال میفرمایه الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا،
در زندگی دنیا به اونا بشارت و خیر و خوبی ها فراهم میشه و از اثرات تقوا در آخرت ایست که ان المتقین فی جنات و عیون، متقین در بهشت ها و در باغ های بهشت و چشمسار های بهشت به سر میبرند. تمام دوستی ها در آخرت به هم میخوره و از هم میپاشه جز دوستی که بر اساس تقوا صورت گرفته و بالاخره نجات از آتش جهنم بر اساس تقوا است. اللهم تعالی به ما توفیق بده که از معصیت ها و نافرمانی ها خود را وقایه کنیم، حفظ بکنیم و مواظبت داشته باشیم تا از آتش جهنم و مشکلات دنیا و آخرت وقایه گردیم. موفق و معید باشیم. عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأنيمة.